بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والا و سلام و وقت بخیری خدمت یک یک شما دوستان عزیزان. خوش آمدید به برنامه خود، برنامه آیین زندگی. انشاءالله هر کجا که هستید لباس عافیت در تن داشته باشید. دوستان عزیزان، موضوع امروزی ما در رابطه به یک موضوع خیلی مهم هست و بعد از معرفی استاد و خوش آمدید استاد برای شما دوستان عزیزان معرفی میکرده. در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم. در برنامه امروزی جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. شکر از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم و عزیز تلویزیون اصلاح و بخصوص بینندگان محترم ویژه برنامه آیین زندگی، و همچنان سلام و خسته نباشید دارم خدمت دستاندرکاران تکنیکی تلویزیون زیبای اصلاح. تشکر جناب استاد. بله دوستان عزیزان، موضوع امروزی خود را در رابطه به یک پدیده مهلکی که کیان خانواده و اجتماع دقیقا برهم میزنه و اگر جلوگیری از این نشه، در حقیقت میبینیم که مشکلات خیلی زیاد در اجتماع به وجود میه. موضوع طلاق و موضوعی که خانواده ها از بین برده تا به حال. امروز هم خطرات اجتماعی طلاق و فردی و خانوادگی با جناب استاد بحث میکنیم، ببینیم که چقدر خطر داره این موضوع و این پدیده که ما هم متوجه از بشیم و خانوادار حفظ بکنیم از این پدیده. دقیقا یک موضوع خیلی مهم هست در خانواده در شما که باید از او گریز بشه و راه های جلوگیری از این هر کدام بفهمند و نشه که خدای نکرده خانواده ها به سوی منجلاب سوق یابند که از او بیرون رفت نخواهند داشت. در آغاز برنامه میپردازیم راجع به روشنی هایی که در رابطه به طلاق جناب استاد آماده کردم و خدمت شما عزیزان ارائه میکنم. جناب استاد، خود طلاق که گفته میشه یک پدیده خیلی شوم هسته و در نزد خدا هم ابغض الحلال گفته شده. از شما میشنویم طلاق چی معنا داره و به چی مفهوم طلاق وضع شده؟ تشکر. از اون جایی که خداوند متعال انسان ها رو به گونه آفریده که یک موجود اجتماعی هستن و بدون هم دیگر در جامعه انسانی نمیتونه زندگی خود رو به پیش ببرن، و از اونجایی که میتونیم بگیم همو بارسترین مفهوم اجتماعی بودن انسان در خانواده صدق میکنه و در کنار همسر و یا به این معنا که زن در کنار مرد و مرد در کنار زن میتونن رشد بکنن و میتونن آرام بگیرن و میتونن زندگی خود رو به پیش ببرن، همون همون مفهوم خانواده هست. بنابراین احتمال داره و گاهی از اوقات، چون طبیعت انسان همینه و گاهی از اوقات استثناءً زندگی انسان با تصادم روبرو میشه و با بعضی مشکلات و نهایتاً موانعی برخورد میکنه که طبعاً برای برطرف کردن این موانع خدای تبارک و تعالی راه های پیش روی انسان میگذاره که هرگاه انسان در زندگی خود با این موانع و مشکلات روبرو میشه، این جایی که خدای تبارک و تعالی گفتم که برای ما و شما پیشنهادات رو میکنه که با رعایت پیشنهادات الهی ما میتونیم که از این موانع و از این مشکلات خود رو نجات بریم و دور بشیم. بنابراین هرگاه که انسان نتونه باز با همو بعضی از پیشنهاداتی که خدای تبارک و تعالی برای انسان میکنه برای رفع کدورت ها و مشکلاتی که در زندگی وجود میایه، آخرین رای حل یا آخرین پیشنهاد خدای تبارک و تعالی موضوع طلاق میباشه. که البته طلاق با همو احکام ویژه و خاصی که در قرآن کریم به او اشاره شده و در احادیث پیامبر علیه الصلاه و السلام به او اشاره شده و آنچنان که فقهای ما از آیات و احادیث قرآنی بله گرفتن و همو شیویر برای ما و شما بیان کردن، باید به همو ترتیب باشه، باید به همو شکل باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه بعدها باز همو آسیب هایی که متصور از طلاق اونها دامن هر دو نفر مرد و زن رو نگیره. به همین خاطر خدای تبارک و تعالی باز یک احکام ویژه و خاص برای طلاق در نظر گرفته. من تا این خدمت عزیزا برز میرسانم که طلاق اولین گزینه حل مشکلات نیست،
طلاق آخرین راه حل و آخرین حل مشکلاتی که انسان در زندگی با او روبرو میشه. بنابر این گفتم که در قدم اول و دوم و سوم خدای تبارک و تعالی راههای پیش ما میگذاره برای اینکه ما مشکلات زندگی خود را برطرف کنیم. چه راههای قبل از طلاق میتونه داشته باشن نسبت به اینکه از مشکلات ما جدایی بگیریم و دقیقاً از مشکلات دور بشیم؟ بله، به خاطر از اینکه ما در موانعی که زندگی در زندگی با اون روبرو میشیم، ما در این موانع بند نمونیم. خدای تبارک و تعالی ابتدا خوب مسئله معاشرت نیکر الله متعال مطرح میکنه، و عاشروهن بالمعروف، شما با زنهایتان به شیوه درست و به شکل بسیار صحیح و خوب چیکار بکنیم؟ زندگی بکنیم، رفتارتان رفتار نیک باشه. البته این رفتار از هر دو طرف مطلوبه، یعنی هم از مرد مطلوبه و هم از زن مطلوبه. یعنی به این معنا نیه که مرد مکلف باشه که در زندگی خود خب با زن خود یک روابط نیک و روابط حسنه داشته باشه، باز او طرف هر رقم نباشه، هر رقم که خواسته باشه انجام بده و هر شکلی که خواسته باشه او به حساب رفتار داشته باشه. خیر، بلکه رفتار دو طرفه و خدای تبارک و تعالی از هر دو طرف میطلبه که چیکار بکنن؟ همو معاشرت نیک داشته باشن. به ترتیب بعد از اون مسئله صبر و تحمله، چون بخواهیم نخواهیم دو کسی که در کنار هم دیگر زندگی میکنن، هر کدوم احتمالاً خب ما همون حد اوسط رو بگیریم 20 تا 25 همون وقت تشکیل خانواده، یا طبعا اون بعدن استثناءن موارد اتفاق میفته که به 30 میشه و 35 میشه، خب این موارد ما کمتر داریم. منتهی شما در نظر بگیریم که یک مرد 20 یا 25 سال میشه در کنار از زن نبوده، یا یک زن 20 25 سال میشه در کنار از مرد نبوده. بنابراین حالا به خاطر از اینکه 20 25 سال اینا در کنار همدیگر نبودن، خب بخوایم و نخوایم طبیعتا از اونها خیلی با همدیگر برابر نیست، به زودی تفاهم در بین از اون با وجود نمیاد. تا مدتی که چند ساله که اینا با همدیگر زندگی بکنن و اخلاق همدیگر برای از اخلاقشون به همدیگر معلوم بشه، این جایی که نیاز به صبر و تحمل و حوصله مندی در زندگی هست. که اگر صبر و تحمل و حوصله مندی نباشه، واضحه که در کوچکترین مانع زندگی احتمال داره که خدای نکرده زندگیشون به هم بریزه. یعنی به این مفهوم هست جناب استاد، خود خداوند خواسته از انسان ها، از زن و مرد، که معاشرت نیک داشته باشم. اگر احیانا کدام یک از اینا معاشرت نیک نداشت، طرف مقابل رجوع به مرحله سوم یا چهارم نکنه، بلکه امو صبر رو پیشه بکنه. میخوام اینا رو برای شما توضیح بدم. اگر به این به مراحل اول و دوم بازم مشکل حل نشد، به مانعی برخورد کرده بودن که به یک دو مورد اول خوب نشد، باز خدای تبارک و تعالی بحث جدایی بدنی رو الله متعال مطرح میکنه، که اینجا که میتونه وقتی میبینه که زن مطابق به او خواسته شوهر درست خواسته های مشروع شوهر عمل نمیکنه و به پیش نمیره، اینجا که به خاطر تنبیه زن خدای تبارک و تعالی او راه چیر به سب پیشنهاد میکنه؟ عدم مجامعت و همبستر شدن. البته همبستر شدن به این معنی نیست که نفر راه خود رو بگیره و راه سفر رو پیش بگیره و بالاخره 5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال و 5 سال از زن خود دوری بکنه. این رقم چیزی ما در شریعت نداریم، بلکه فقط انمو جدایی در داخل خانه این خدای تبارک و تعالی پیشنهاد کرده که این میتونه یک تنبیه بر زن باشه. و اگر باز این نشد، باز مسئله انمو زدن، البته او زدنی که خدای به دست و پای زن شکسته بشه یا بالاخره به کبود بشه یا بالاخره خدای نکرده به مشکلات کلونتر به حساب منجر بشه، در این قطعه چیزی... میگه اثر نمانه، عزیز اثر نمانه. بله، این تقریبا تنبیه های بسیار چی رقم بگم که کوچک باشه، که ان شاء الله به این وسیله باز احتمال داره که زن اصلاح بشه و اگر خدای نکرده کدام مشکلی در از اون هسته یا کدام مشکلی برای ادامه روند زندگی هسته، از این طریق و از این شکل حل بشه. اگر به این 3-4 موردی که ما گفتیم اصلاح نشود، او زمانه که باز مورد دیگر مسئله حکم مطرح میشه، که یک حکم از طرف مرد، حکم از طرف زن، یا یک مجموعه حکم از طرف مرد و مجموعه حکم و کسانی که ریش سفیدای از طرف مرد و ریش سفیدای از طرف زن، اینا باز چکار بکنن؟ وارد عمل بشن و دو طرف رو ببینن و با اونها صحبت بکنن. انشاءالله که اگر همی چند مورد ما حساب در نظر بگیریم و پله به پله به پیش بریم، درست شده نه؟ و دقیق به پیش بریم و اینا رو رعایت بکنیم، من یقین دارم که خیلی کم اتفاق بیفته که منجر به طلاق بشه. ولی متاسفانه ما بعضا مشاهده میکنیم که این مراحل در نظر نمیگیرن. مرحله آخر که گفتم وقتی هیچ راهی برای وفاق نباشه، اون زمانه که باز مسئله چی به حساب مطرح میشه؟ طلاق و جدایی. طلاق و این مسائل به حساب مطرح میشه. بنابراین
هرگاه ما این راه را طی کردیم که به نتیجه مطلوب نرسیدیم، او زمانه که باز آخرین گزینه گزینه طلاق می باشه، که او طلاق را هم گفتم به همو شرایط که شریعت اسلام برای ما و شما بیان کرده. نه متاسفانه طلاق هایی که امروزه ما میبینیم که به گونه بسیار نامطلوب از او در حقیقت مطرح میشه، که اینها تبعات و آثار بسیار بد و ناگواری در حقیقت از خود بر جای میگذاره. من میخوام این بگم که اسلام هر گونه طلاق را به جا و پسندیده نمیدانه، یعنی بعضی طلاق ها مکروه، بعضی طلاق ها حرامه. به این خاطر که چرا؟ به خاطر از اینکه اگر طلاق به او شکل صحیح و درست دینی و اسلامی از اون نباشه، آثار بدی از خود بر جای میگذاره. و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم مبغوث ترین حلال ها طلاق را معرفی کرده، ابغض الحلال الی الله الطلاق. به ترتیب به خاطر بهانه های جزئی باید به طلاق روی نیاریم، به طلاق، به پدیده طلاق پناه نیاریم. یعنی طلاق یک ملجع و پناهگاهی نیست که ما به او روی بیاریم و او و به او در حقیقت پناه بیاریم. چرا؟ خدای تبارک و تعالی میفرمایه و ان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. الله متعال چه زیبا داره توصیه میکنه، و ان کرهتموهن، ای مردها اگر شما یک اخلاق، یک رفتار از زن خود دیدیم که با طبیعت شما برابر نبود و از اخلاق بد بردین، و شاید خیلی به سادگی هم قابل اصلاح نبود، همین رقم هم هست دیگه. یعنی ما نمیتونیم طبیعت زن رو مانند طبیعت خود بگردانیم، درست شده؟ نه، خدای تبارک و تعالی برای زن خصوصیات داده، برای زن طبیعت داده، برای زن اخلاق داده، برای زن رفتارهای داده که او رفتارها و او کردارها و او اعمال نسبت به مرد متفاوته، متفاوت با حرکتهای مرد، متفاوت با طبیعت مرد. و هیچگاه انسان نمیتونه و نباید تلاش بکنه که رفتار و طبیعت زن مطابق به رفتار و مطابق به طبیعت خود بکنه. چرا؟ چون در حدیث داریم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمای که همانا زن از پلوی چپ یا از همون دنده های کج از مرد آفریده شده. شما در نظر بگیریم دنده های کج یا همین استخوان هایی که در سینه انسان هست، اینا خب کج نه، اگر قرار باشه که انسان این راسته بکنه چیکار میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ میشکنه. اگر ما قرار باشه که طبیعت زن مطابق به طبیعت خود بکنیم و اخلاق زن مطابق به اخلاق خود بکنیم و رفتارهای از اون مطابق به رفتارهای مرد بکنیم، این در حقیقت که زن ما میشکنیم. بنابراین اینجا که الله متعال میفرمایه و این کرهتموهن، اگر در زندگی یک رفتاری از رفتارهای زن مطابق با خواست و میل شما نبود، الله میفرمایه که فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر زن بعضی از عادتهای تند و تیز در زندگی داره، اخلاق تند و تیز در زندگی داره، اما در عوض بره تو میمونه رو خوب جمع میکنه، از میمونه های تو خوب پذیرایی میکنه، خانه تو خوب مرتب میکنه، هم فرزندان و اولاد نیکر در حقیقت بره تو به دنیا میاره و به سبب تقدیم تو میکنه که سبب خنوکی چشمان تو میباشه. یعنی بعد ما مثبت نگر باشیم در زندگی و در زندگی خود خوب. همونطوری که طرف پر گلاس رو میبینیم، طرف خالی گلاس رو میبینیم، طرف پر گلاس رو هم ببینیم، درست شده؟ نه، یعنی قرار نیه که پیش ما همه چیز سیاه و سفید باشه، زندگی در پیش ما باید رنگی باشه، درست؟ یعنی اینطور نیه که یا سیاه یا سفید، یا ها یا نه، درست؟ با. یا خوب یا بد، این رقم نمیشه، همه چیز به شکل نسبتیه، بینابینه، درست شده؟ نه، یعنی اگر ما تصور و دیدگاه ما ای باشه که زن ما ایدئال ترین زن دنیا باشه، برخوردار از تمام امو خوبی ها باشه، این غیر ممکنه و هیچ امکان نداره. پس بنابراین به خاطر اشتباهاتی که اگر یک وقت زن در زندگی کرده بود و حال خود خود اصلاح کرده، اینا هم کوشش کنیم که بیاد خود نیاریم، درست شد؟ یک وقت در زندگی خود خود یک اشتباهی کرده، بالاخره یک مرتکب یک خطایی شده، حالا اصلاح کرده خود را. بنابراین خدای تبارک و تعالی میفرمایه فین اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، اگر اونها از شما اطاعت کردن دیگه باز شما طلب نکنیم به سبب راه برای آزار و اذیت اونها. به این ترتیب هر انسانی و هر زنی و هر مردی در زندگی خود مشکلاتی داره، درست شد؟ اینجا که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایه که هیچ مؤمنی بر مؤمنه دیگر عیب نگیره، هیچ مرد مؤمنی بر زن مؤمنی عیب نگیره، نه؟ اذا کره منها خلقا رضی منها خلقا آخر، اگر از یکی از قسمتهای اخلاقش بد میبره، از یکی از عاداتش بد میبره، حتما با طبعا عادات خوب دیگر داره، قسمت دیگر داره، قسمت دیگری از اخلاق نیکر داره که
اینها باز سبب میشه که سر او یکی تا مورد اخلاقی که در زندگی خانکتون و پسر یا در مقابل شوهر خود خود میسته که الاخر در حقیقت باز همه خوبی ها از او سر همه یکی تا بدی که داره چگار میکنه؟ میپوشانه. و به این ترتیب میتونیم بگیم که این نکته را من خدمت خواهرای عزیز بگم که در زندگی همونطوری که ما بعضی از حق و حقوق گفتم یا بعضی از نکاتی که متوجه مردها میشه ایرم خدمت خواهرای عزیز خود میگم، خدمت خانم های مسلمان من میگم که کوشش نکنم که یک وقت شوهر خودر مجبور به طلاق بسازن و این بسیار خطرناکه. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن، خب خواهرای عزیز متوجه باشن، خانم های مسلمان خوب متوجه باشن که چه هشدار سختی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او دسته از زنهایی که شوهران خود را وادار میکنن که اونها رو طلاق بدن، زمینه سازی میکنن، خلق شوهر خود را تنگ میکنن و به نحوی آنچه که در توان شوهر نیست، درست شد، در توان شوهر نیست که او انجام بده در زندگی بره ما، او تهیه بکنه بعد در زندگی بره ما، یا او بره ما در حقیقت مهیا بکنه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خطاب به این دست از آنها میفرماید که ایما امراه سالت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنه. کدام زنی که بدون کدام مورد از شوهر خود خود تقاضای طلاق میکنه هیچ موردی در زندگی نیست، شوهر براهه، شوهر درست کارش و از راه حلال پول به دست میاره، درست، و زندگی آبرومندانه خود رو داره و پیش میبره، ولی این زن تقاضاهای زیادتره داره و او چون شوهر به این تقاضاها رسیدگی کردن نمیتونه یا تواناییش رو نداره و این زن تقاضای طلاق از شوهر خود میکنه، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایه که جز این نیست که خداوند جل جلاله این زن محروم از بوی بهشت میکنه، رفتن به بهشت که هیچ، از بویش هم مستفید نمیشه، حتی از بوی بهشت هم محروم میشه. که علما میگن همانا بوی بهشت در صحرای محشر از فاصله 500 سال به دماغ انسان ها میرسه، استشمام میکنن انسان ها در صحرای بهشت، مگر یک مجموعه از انسان ها هستن که اینها حتی محروم از بوی بهشت میباشن، که از جمله انسان ها او زن میباشه که بی مورد طلاق خود را از شوهر خود خو تقاضا میکنه و اگر خدای نکرده همین رقم باشه حتی حیات دنیوی خودم خراب میکنه. چه فکر میکنیم آیا این زنی که بی مورد میای تقاضای طلاق از شوهر میکنه شما فکر میکنیم که این حیثیت اجتماعی ازی حفظ میمونه؟ هرگز نمیمونه. بخوایم نخوایم وقتی یک دعوای صورت میگیره همسایه‌ها خبر میشن، وقتی یک دعوای صورت میگیره در اینجا که خویشاوندان خراب خبر میشن و زمانی که اونا خبر شدن برای ازی دیگه هیچ حیثیت نمیمونه، شخصیت اصلی از اون خواستگار بستا برای ازی نمیاید، چون میفهمن که اگر ما هم به سراغ ازی رفتیم فردا ای با ما همو سرنوشت به حساب بر سر ما میاره که به سر شوهر قبلی خود آورد. بنابر این پس یک عمر باید انمو رقم تشکر جناب استاد. میفرمایید در این قسمت به موضوع آثار اجتماعی و خانوادگی که طلاق داره چی آثار میتونه به جا بگذاره، دقیقاً چیزی که شما گفتیم خداوند متعال چهار را وضع میکنه قبل از طلاق و قبل از اینکه انسان ها به طلاق بپردازند، بعد چهار راه دیگر همچون معاشرت نیکو صبر و عدم مجامعت و همچنان تعیین حکم را خداوند بیان کرده و در راه پنجم مرحله پنجم طلاق را بیان کرده. حتما این یک چیز بده می باشه برای خانواده، برای شما، برای جامعه که خداوند چندین راه قبل ازی و چندین گزینه را قبل ازی تعیین میکنه و در متون خود قرآن کریم همچون موضوعات دیده میشه. چی آثار بد میتونه طلاق داشته باشه نسبت به جامعه و نسبت به خانواده ها؟ دقیقا ببینیم شما، خب ما گفتیم که ایر اسلام حلال کرده، منطقه ابغض الحلال معرفی کرده، منفورترین حلال معرفی کرده. به خاطر چی گفتم که این آخرین راه حله؟ مثل چی؟ شما در نظر بگیریم که یک طبیب وقتی مریض به پیش از او میایه نسخه های متعددی رو برای او تجویز میکنه تا ای که درد از او درمان بشه، درست شد؟ ابتدا از وسایل نرم استفاده میکنه، از دارو استفاده میکنه، درست شد؟ اگر به وسیله دارو خوب شد، خب نهایتا هم طبیب خوش است و هم مریض خوشه، منتها در صورتی که به وسیله دواهای نرم یا از راههای نرم این مریض خوب نمیشه، راه علاجش نیست، اینجا که آخرین گزینه ای که طبیب به او پناه میبره مثل عمل جراحی، یعنی عمل جراحی آخرین گزینه و اسلام هم در حقیقت
این موارد رو به آخرین گزینه استفاده میکنه. جنگ در اسلام هم همین رقم چیزیه، جهاد در اسلام هم همین رقم چیزیه، نه یعنی جهاد و جنگ در اسلام آخرین گزینه‌ایه وقتی که دیگه راهی نباشه، و طلاق هم آخرین گزینه‌ایه، مثل یک عمل جراحی که به خاطر یک مریضی در مریضی که وجود آمده و به خاطر یک مصلحت، بنابر این ما مجبوریم که به این مفسده چیکار بکنیم، پناه ببریم تا اینکه خود از این مفسده به این مصلحت پناه ببریم، بله، از بله، بله، مفسده بله. نجات پیدا بکنیم. این جایی که وقتی همین رقم گپ هست، پس معلوم میشه که این آثار بد اجتماعی و فردی داره. از جمله آثار بد اجتماعی از رو میتونیم به اشاره بکنیم که خراب نمودن کیان خانواده، اساس خانواده، اساس خانواده. شما در نظر بگیریم که خانواده در جامعه انسانی از چه جایگاهی برخورداره، حالا بگذاریم دیدگاه اسلامه، در مجموع جامعه انسانی شما در نظر بگیریم، همه جامعه انسانی از خانواده ها تشکیل میشه، بله. درست شده؟ نه. بنابراین او جامعه سالمه که خانواده های سالم داشته باشه، و او جامعه بیماره و فاسده که خانواده های فاسد داشته باشه. و خانواده فاسد کی میشه؟ زمانی میشه که پدر و مادر مسئولیت پذیر در او خانواده نباشه، و زمانی که پدر و مادر از همدیگر جدا میشن، در بین از اونها کشمکشه، در بین از اونها گفتگوه، در بین از اونها گپه، در بین از اونها سخنه، و همدیگر پذیر نیستن، همدیگر نمیپذیرن، بخوایم نخوایم که انمی دعوای اینها، همین جنجال اینها، و بالاخره همین حرف و حدیث ها و سخن های اینها مستقیم بر روح و روان اولاد تاثیر داره. و زمانی که اینها از همدیگر جدا میشن، او زمانی که مادر نیست که دیگه دست نوازش خود بر سر از طفل بکشه، و پدرم دیگه نمیرسه که بیه بالاخره چیکار بکنه، دست نوازش خود بر سر از طفل بکشه. عزیزان متوجه باشن، در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم داره، پیامبر خدا فرمودن که شیطان صبح به صبح نیروهای خود برای تخریب بیرون میکنه، وظیفه میده، این یک وقت مشخصه داره که اینها چیکار میکنه، وظیفه میده، وظیفه تو ایست، وظیفه تو به عنوان مثلا قتل، وظیفه تو خراب کردن اخلاق، وظیفه تو ای هر کدام وظایفش رو مشخص میکنه و دنبال کار رو میفرسته، و هر کدام میاین و گزارش خود در آخر وقت برای شیطان میدن. یک میای میگه که من سبب شدم که دو نفر با هم دیگر جنگ بکنن، خون هم دیگر رو بریزن، یک دیگه میگه من یک نفر تحریک کردم رفته دوزی کرده، یک نفر دیگه میگه تحریک کردم که بالاخره حق یک دیگر بخوره، الی آخر هر کدام همو گزارش فساد خود برای شیطان ارائه میکنن. یکی از اینها از آخر میایه و لنگان لنگان و پیش شیطان میه، و شیطان از اون میپرسه که تو چیکار کردی، و درتر هم بیامدی گزارش خود بده، میگه من کاری که کردم این بود که بین زن و شوهر اختلاف ایجاد کردم، بگو مگو ایجاد کردم، حرف و حدیث ها اینا به آخر بالا بردم، و اونا همدیگر در زندگی تحمل کرده نتوانستن، و نهایتا بین از اونا جدایی انداختم، طلاق گرفتن از همدیگر، جدا شدن از همدیگر. شیطان میگه پیش ما بیا و به من نزدیک شو که تو بهترین کار کردی. چرا؟ چون وقتی که گفتم کیان خانواده ما خراب شد و خانواده به هم پاشید، او زمانی که جامعه به هم میپاشه، درست شده؟ نه. بنابراین و هدف شیطان چیه؟ هدف شیطان هم همینه که جامعه انسانی به هر قیمتی که شده رو به فساد بکشونه، رو به فساد بکشونه، و رو به تباهی بکشونه، و رو به رذالت بکشونه. و میتونیم بگیم که طلاق در حقیقت مقدمه است برای به فساد کشیدن جامعه و بر رذالت کشیدن جامعه. چرا؟ چون خانواده خراب میشه، وقتی خانواده خراب شد آهسته آهسته جامعه هم خراب میشه. امیدوارم که اولین گزینه برای شیطان باشه تا اینکه جامعه رو فساد بکنه. و آثار دیگرش بی سرنوشت گذاشتن اولاده. این اولاد خب ما مسئولیم در قبال اولاد خود، هم در قبال دینش و هم در قبال دنیایش. به خدای تبارک و تعالی پدر را مکلف کرده و مادر را مکلف کرده. بنابراین وقتی این دو مسئول از همدیگر جدا میشن و هر کدام میرن در پی بالاخره ایجاد یک خانواده جدید، یک دنیای جدید دیگر برای خود میرن، یک جمع جدید دیگر برای خود میرن، خب نهایتا این را بی سرنوشت میمونه. هر چقدر نامادری یا مادر اندر مهربان باشه، اون مهر مادر را نداره، درست شد؟ و بنابراین هر چقدر یا پدر ثانی مهربان باشه، او مهربانی پدر نداره، مهربانی پدر نداره، و پدر او توجهی که در کنار مادر اصلی برای اولاد خود داره، او توجه در کنار خانم دیگه که وقتی به خانه و زندگی خود بیاره طبعا نداره. و ما و شما میبینیم دیگه، ما در همین جامعه زندگی میکنیم و ما و شما خبرها و گزارشها و حکایتهای تلخی از گوشه و کنار برای ما و شما میرسه که متاسفانه اولاد در زیر سایه نامادری و در زیر سایه ناپدری چقدر زجر میکشن و چقدر شکنجه میکشن و چقدر با یک مشکلات روحی و روانی و احیانا میبینید که به چی فساد
روی میارن و بنابراین میتونه بگیم که ایجاد و عقده ها در بین اقوام به همین خاطره که خوب اینه، بهتر امینه که نکاح ها و عقده های ازدواج در بین اقوام کمتر باشه. ما همین از لحاظ انسانی هم داریم، از لحاظ علمی هم چیز ثابت شده، از لحاظ شرعی هم در حقیقت توصیه شده که ما حتی الامکان کوشش بکنیم که از خانواده های دورتر بریم چیکار بکنیم؟ ازدواج بکنیم، ازدواج بکنیم و برای خود همسر انتخاب بکنیم و یا بالاخره برای خود داماد انتخاب بکنیم یا عروس انتخاب بکنیم. علتش یک میتونه بگم از علتایش همین است که اگر خدای نکرده فردا بین اینها جدایی ایجاد میشه، طلاق واقع میشه، حداقل چند قوم در مقابل همدیگر قرار نگیرن یا دو قوم در مقابل همدیگر قرار نگیرن، درست؟ و یا این سبب نشه که خدای نکرده فردا قطع صله رحم بشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که یکی از آثارش ایجاد عقده ها در بین اقوامه و نکته دیگر اینه که خشم و حیثیت انسان. ممنون از شما و تشکر از شما دوستان عزیز که تا همکنون بیننده هستید. یک وقفه کوتاه داریم و برمیگردیم. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیزانی که بیننده برنامه آینه زندگی هستین. به ادامه برنامه خوش اومدین. موضوع امروزی ما در رابطه به خطرات شوم طلاق میباشه و خطرات اجتماعی خانوادگی و فردی با جناب استاد دنبال نمودیم. آثار و همچنان روشنی که در رابطه به طلاق لازم بود جناب استاد گفتم و در این قسمت می‌پردازیم نسبت به توصیه های لازم برای جلوگیری از طلاق. چی توصیه های لازم جناب استاد دارن که اگر اونا اجرا بشه دقیقا میتونه همین مسئله طلاق کم دنبالتر اتفاق بیفته؟ جناب استاد چنانچه شما گفتیم آثار خیلی بد داشت طلاق و دقیقا جامعه به منجلاب فساد و تباهی میکشان. خب باید توصیه های باشه، باید نکات باشه تا اینکه جلوگیر از طلاق باشه و انسان ها اگر به اونها رو بیارن دقیقا از این منجلاب فاصله میگیرم و دور میشم. چی توصیه های لازم شما رو دارم نسبت به جلوگیری و پیشگیری از پدیده طلاق؟ طبعا وقتی که طلاق گفتیم که آثار بد اجتماعی و فردی از خود بر جای میگذاره و مبخوسترین حلال از جانب پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم معرفی شده، بنابراین خب ما در آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم توصیه های مملو از این مسائل داریم که اونها توصیه کردن تا ای که با رعایت این توصیه ها و توجه به این توصیه ها همانا زندگی ما دوام پیدا میکنه و از این پدیده شوم ما نجات پیدا میکنیم. که من اگر به طور مختصر به خدمت اجزا به عرض برسانم و امیدوارم که اینها مفید واقع بشه برای عزیزان ما و برای بینندگان محترم، میتونیم بگیم که دقت و بررسی کافی به انگام انتخاب همسر، این خیلی مهمه که باید ما وقتی که برای دختر خود شوهر یا برای پسر خود یک خانم به حساب یا یک عروس یا همسر انتخاب میکنیم، در این قسمت دقت بکنیم. دقت لازم را ما و شما به حساب به جای بیاریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرار نیست که اولاد ما و یا کسی که میخواد ازدواج بکنه یک سال، دو سال، پنج سال این زندگی ادامه داشته باشه، بلکه قرار است که تا به آخر عمر اینا با هم دیگر زندگی داشته باشند. پس بنابر این کوشش بکنند که شریک زندگی از اون چی دختر یا چی پسر، هر دور در انتخاب از اینا دقت لازم رو بکنن، مشوره های لازم رو بکنن. اگر ان شاء الله دقت بشه و بررسی دقیق بشه و مشوره بشه، من یقین دارم که میتونیم گراف و آمار طلاق بسیار پایین بیاریم. و بهترین گزینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمت گفتن مسئله انتخاب دین هست. بله بله. بخاطر دین ازدواج کردن. تون تخول مرأة لاربع، لمالها و لجمالها و لنسبها ولی دینی ها، فظفر بذات الدین تربت یداک، و کما قال صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند معمولا زنها به خاطر همین چهار مورد نکاح یا در حقیقت به نکاح خواسته میشن و از اونها خواستگاری میشه، و معمولا پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند که دینداری از همه بهتره، شما دیندار رو انتخاب کنیم. چرا؟ چون وقتی که دین بود اگر دگرا دگر نباشه باز میتونه جای از اونها پر بکنه، منتها اگر دین نبود باز اونها جای هیچ چیز دگر پر کرده نمیتونن. به این اساسه که
پیش از عقد دختر و پسر خوب همدیگر ببینن و حتی یک شناخت داشته باشن، منتها شناخت و دیدنی که در همو چوکات شریعت اسلام باشه، چوکات شریعت اسلام برای ما و شما تعیین کردن، نه اوتر به حالت بیبندباری که متاسفانه ما و شما در فرهنگ‌های بیگانه ببینیم، در کشورهای بیگانه و بالاخره غیر اسلامی ببینیم که یک روز و دو روز و یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه دختر و پسر خدی همدیگر باشه که اینا همدیگر رو بشناسن، چون این چیزی شرعاً روا نیست و جایز نیه، بلکه در تحت چوکات شرعی و مطابق با همو عرف اسلامی و ملی و میهنی ما و شما. و به همین ترتیب بستگان و دختر همه تلاش خود را برای انتخاب همسر بکنن، یک دقت خود نفره، دقت خود شخصی که در انتخاب همسر خود خوب دقت بکنه، یکی مسئولیت وابستگان بالاخره پسر و دختره که اینا هم همین مسئولیت و همین مکلفیت رو دارن، چون اینا جوانن، اون تجربه خاصی ندارن، اون تجربه حساب پختر ندارن، پس بنابراین خوبه که از تجارب خود خو در اختیار اونها قرار بدن و با مشوره های نیک و صالح و سازنده خود خو اونها راهنمایی بکنن. و به این ترتیب میتونیم بگیم که به رضایت دختر در وقت عقد یا در موضوع عقد باید ما شما اهمیت بدیم، همونطوری که اسلام اهمیت دادنه در عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم داریم، مرد دختر خود را برای سب پسر برادر خود میده، برای برادرزاده خود میده که دختر راضی نیست، به محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم میره و شکایت میکنه و این حالت برای پیامبر علیه السلام بازگو میکنه. رسول خدا علیه السلام میگه تو وکیل نفس خود هستی و کسی تو مجبور کرده نمیتونه، بنابراین اگر تو نخواهی ما نکار وقت فسخ میکنیم. اما او دختر اجازه میده، میگه یا رسول خدا من کار نمیکنم، نمیخوام که فسخ بشه و من میخوام که یک توصیه باشه برای امت. صحیح شد میخوام توصیه باشه که آیا این کار درست هست یا نیست. پس بنابراین این خیلی مهمه، پدرای عزیز توجه داشته باشن، مادرای عزیز توجه داشته باشن که رضایت طرفین در نظر داشته باشن، که اگر خدای نکرده از روی جبر و اکراه باشه، بازوازیه که نه شریعت اجازه میده و نه هم قانون ما ای اجازه نمیده. به این ترتیب میتونه بگم که رفتار و معاشرت خوب مسئولیت واجب و اساسی قلمداد بکنن، هم زن و هم مرد، هر دو از اینا کوشش بکنن که امو مسئولیت های دینی خود در مقابل هم دیگر بشناسن و اونها رعایت بکنن و عملی بکنن. می یقین دارم او توصیه هایی که دین مبین اسلام کرده، توصیه هایی که پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به تداوم زندگی کرده، در رابطه به معاشرت خوب کرده، اگر ما اونها رعایت بکنیم، من یقین کامل دارم که گراف ای پدیده شوم اجتماعی از میزان بالا از او به میزان بسیار بسیار پایین از او ما انشالله میتونیم او چکار بکنیم؟ پایین بیاریم. و به این ترتیب میتونیم بگیم که مردها باید در مقابل زنهای خود خود در مقابل عمل کرده اونها زود عکس العمل نشون ندن، زود واکنش نشون ندن و با مدارا کوشش بکنن که با اونها به پیش برن و تلاش بکنن که از کوتاهی ها و قفلت اونها و تقصیرات اونها در زندگی چشم پوشی بکنن. گذشت بهترین خلق نیکیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایه که آن چیزهایی که خدای تبارک و تعالی در گذشت نصیب انسان میکنه، نعمتهایی که خدای تبارک و تعالی در گذشت نصیب انسان میکنه، اون نعمت ها در انتقام الله تعالی نصیب انسان نمیکنه. و آخرین مورد هم اگر وقت باشه، اقدام به موقع نزدیکان مرد و زن و ادای مسئولیت. ما در این رابطه من میخوام این گرر از بزرگان داشته باشم، از موی سفیدا داشته باشم که ما بزرگان ما متاسفانه آنطوری که باید شاید است مسئولیت خود را در قبال این قضیه ادا نمیکنن و این مکلفیت دینی از اونها هست، مسئولیت دینی از اونها هست که اگر خدای نکرده یک وقتی بین جوانهای ما بین خانواده های ما کشیدگی به وجود میاد در این قسمت، این جایی که مطابق به امر خدای تبارک و تعالی چیکار بکنن؟ اون مسئولیت دینی و اسلامی خود را در این رابطه ادا بکنن تا باشه که ما با این پدیده شوم خداحافظی بکنیم و کمتر در بین جامعه خود خوش شاهد باشیم. که شما گفتیم اقدام به موقع خویشاوندان و بزرگان، چگونه در زندگی، آیا دخالت در زندگی دو فرد دیگر قرار میگیره؟ خیر، من نمیگم دخالت نه، دخالت های بیمارد، دخالت با مورد، با مورد باشه، دخالت با مورد، دخالتی که یعنی به خاطر اینا اصلاح خود اصلاح وجود بیاره. بله، حتی جالبه که به مسئله اصلاح دروغ گفتن هم جایزه، درست در جایی که اصلاح باشه، در جایی که صلاح باشه، در جایی که صلح باشه، در جایی که خیر باشه، با خیر به حساب دو طرف باشه، حتی میتونن گاهی وقتی
دروغه های را پیش خود جور بکنن، حرف های را پیش خود جور بکنن، از طرف یکدیگر به همدیگر برسونن تا ای که چیکار بشه، این دو نفر خدای نکرد از همدیگر جدا نشن، بلکه زندگی از اونها همینطور خوب و درست و صحیح به پیش بره. بنابر این یک مکلفیت گفتم در جاهایی که یعنی نیاز هسته، بدون مشوره دیگر باید ما شما وارد عمل بشیم و اقدام بکنیم تا علاج واقعه قبل از وقوع کرده باشه. پس یعنی این مناسب بزرگان نیست که وقتی ببینن بی تفاوت باشن. بله این مناسب نیست برای از حرف به من چیه و مسئولیت من نیست در پیش بیارن. تشکر جناب استاد از حضور شما در برنامه امروزی و ممنون از شما دوستان عزیزان که تا آخر برنامه همراه بودین. این بود داشتان این برنامه که خدمت شما عزیزان به نشر رسید. امید است که از داشته ها استفاده نموده باشیم و در زندگی خود انشاءالله تطبیق بنماییم و از این پدیده شوم انشاءالله که جامعه ما هم رو به خلاصی باشه و روز بشه که گراف این پایین ترین گراف هر داشته باشه. تا برنامه دیگر که بنده معروف مبتل خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک مسپارم. الله یار و نگهدارتون.